سلام به حاشیه نیوزهای گل و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به صفحه خودتون خوش اومدید. توی حاشیه نیوز هر روز یه قسمت از نظامی‌های ایران و جهان رو براتون به نمایش می‌ذاریم. والا توی روزهای گذشته انقدر خطر بزن بزن زیاد بود که از یه خبر خیلی خیلی مهم جا موندیم و اونم رونمایی از لشکر رباتیک سپاه بود که توی روزهای اخیر انجام شد. البته ناگفته نمونه که بزن بزن داره ادامه پیدا می‌کنه. امنیت راه ایران و ارمنستان رو قرار شد ایران بگیره و همچنین ایران داره می‌خواد توی ارمنستان پایگاه نظامی بزنه. واسه همین یه عالم تجهیزات نظامی دارن میرن سمت شمال غرب. اما با ما تا پایان همراه باشید تا در مورد لشکر رباتیک سپاه و کارهایی که این ربات‌ها میکنن بیشتر براتون بگیم. و اگه تا حالا با حاشیه نیوز همراه نشدید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. توی دنیای امروز عمدتاً وقتی سیستم‌های بدون سرنشین صحبت میشه، عمدتاً نگاه‌ها به سمت آسمون و سیستم‌های پروازی بدون خلبان معطوف میشه. البته که آسمان بخش مهم و اصلی در بازار بدون سرنشین‌ها به حساب میاد، ولی بخش‌های دریایی زمینی هم دارای نمونه‌های متنوع بدون سرنشین و این بخش‌ها هم به سرعت در حال رشد و گسترش توی نیروهای مسلح و حتی حوزه تجاری هستند. توی حوزه بدون سرنشین‌های نظامی، بحث عمدتاً با توسعه سیستم‌های مخصوص مقابله با بمب‌گذاری و مواد منفجره شروع به کار می‌کنه، اما امروزه به حوزه ربات‌های زمینی با قابلیت‌هایی مثل شناسایی، حمل تسلیحات، ترابری و حتی نمونه‌های انتحاری رسیده. یکی از سوالاتی که برای مخاطبین شاید پیش بیاد اینه که چرا توسعه سیستم‌های بدون سرنشین زمینی مثل نمونه‌های هوایی از کمیت بالایی برخوردار نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و شاید بشه گفت مهم‌ترین چالش در این بخش، رسوندن سیگنال‌های کنترلی به سامانه مورد نظره. توی بخش هوایی حتی بدون ماهواره و با داشتن یک ایستگاه زمینی به راحتی میشه تا فاصله‌هایی مثل 200 تا 300 کیلومتر رو پوشش داد، ولی توی بخش زمینی به خاطر خاصیت زمین، حتی توی سناریوهای زمین‌های صاف بدون هیچ عارضه، این عدد خیلی کاهش پیدا می‌کنه و در شرایطی مثل جنگ‌های شهری یا وجود عارضه‌های طبیعی یا مصنوعی هم ارسال و دریافت سیگنال از یا به خودروی مورد نظر خیلی سخت میشه. حتی توی گزینه استفاده از ماهواره هم توی خیلی از اوقات در شرایط نبرد در فضای شهری، حضور در مناطق خاص جغرافیایی و مکان‌هایی که به هر دلیل سیگنال‌های دریافتی ضعیف یا قطع بشه، کار هدایت و انتقال پیام به این سیستم‌ها مشکل میشه. در این حال توی بعضی از موارد توسعه سیستم‌های هدایتی مستقل بر اساس هوش مصنوعی برای این کلاس از سامانه‌های بدون سرنشین تعریف شده که البته هنوز در مراحل بسیار اولیه توسعه هستند. اگه بخوایم به بعضی از محصولات و تلاش‌های ارتش‌های بزرگ و پیشرفته جهان در حوزه بدون سرنشین‌های زمینی یه نگاهی بندازیم، شاید روس‌ها با زره پوش یوران 9 ساخت یکی از زیرمجموعه‌های شرکت کلاشینکوف روسیه از جمله کشورهای پیشرو در این بخش باشه. این سامانه شناسایی و رزمی توی سوریه مورد آزمایش قرار گرفته و بر اساس اطلاعات منتشر شده سابقه چندین مورد درگیر با گروه‌های تروریستی رو هم در کارنامه خودش ثبت کرده. یوران 9 روسی در زمان حضور در سوریه با استری مشکلات هم روبرو شد و در نهایت این تجربه رزمی باعث شد تا شرکت سازنده به رفع اون اقدام بکنه و در بازه سال‌های 2018 تا 2019 میلادی به صورت رسمی وارد سازمان رزم ارتش روسیه بشه. در ارتش آمریکا در حال حاضر با توجه به تجربیات رزمی از عراق، افغانستان و سوریه، بحث سیستم‌های بدون سرنشین زمینی خصوصا در بحث کشف و خنثی‌سازی از راه دور مواد منفجره خیلی داغه. یکی از جدیدترین سفارش‌های ارتش آمریکا توی این بخش مربوط به بهار سال جاری میلادی و مربوط به 600 دستگاه سامانه بدون سرنشین سنتور ساخت FLIR سیستم هستش که بیشتر توی بحث شناسایی توی محیط‌های پرخطر و بازرسی موارد مشکوک به مواد منفجره و در صورت لزوم دور کردن اونها از محیط مورد نظر کاربرد داره. اگه بخوایم به بازار اروپا و گزینه‌های جدید توی این قاره نگاهی بکنیم، شاید یکی از گزینه چند منظوره THEMIS ساخت شرکت میلرم روبوتیک ساخت استونی هستش که در چینش‌های مختلف برای ماموریت‌های شناسایی، رزمی و حتی باربری هم فعالیت می‌کنه و اخیراً هم در جریان حضور نیروهای کشور استونی توی قاره آفریقا و کشور مالی به میدان عملیات وارد شده. توی روزهای اخیر و در جریان این نمایشگاه مهم، تعداد قابل توجهی از سیستم‌های چک و خنثی‌سازی بمب در کنار عنوان سیستم‌های بدون سرنشین زمینی به یگانه‌های سپاه پاسداران تحویل داده شد. قبل از پرداختن به این مراسم و سیستم‌های تحویل شده، بد نیست یه اشاره کوتاه به سابقه این سیستم‌ها در ایران داشته باشیم. به قول ضرب المثل معروف ایرانی، چراغ اول در حوزه بی سرنشین‌های زمینی در ایران توسط سپاه در سال 93 روشن شد و در جریان یکی از آزمایش‌های نیروی زمینی چند تا سیستم رباتیک با سامانه‌های شناسایی
تسلیحاتی مثل تیربارهای سری PKM مجهز شده بودن به نمایش درآمد. توی پاییز سال 98 هم نیروی زمینی ارتش از نمونه هایی از گونه های مسلح و انتحاری سیستم های بدون سرنشین زمین پایه خودشون رونمایی کردن. با این حساب میشه گفت که توسعه و کار روی این سیستم ها توی کشور ما در حوزه نظامی سابقه حداقل به اندازه یک دهه داره. توی یک مراسمی که اخیراً برای تحویل سامانه های جدید رباتیک زمینی به واحدهای مختلف سپاه برگزار شد، بر اساس اعلام رسمی ربات غواص یونس با ماموریت رصد و شناسایی سطح زیرین کشتی ها و دکل های نفتی، راکت چک و بازرسی با کاربرد بازرسی بدنی متلاشی کننده، بمب و تله انفجاری رعد 1 با قابلیت متلاشی کردن بسته های انفجاری، آشکارساز مواد منفجره نسل 1 و 2 با قابلیت آنالیز میدونی مواد منفجره و مخدر و انواع ربات های کشف و خنسا سازی بمب و مواد منفجره به واحد های مختلف تحویل شده. متاسفانه مثل اکثر موارد اطلاعات دقیقی از این که هر کدوم از ربات های به نمایش در اومده در این مراسم چه ویژگی هایی دارن انجام نشده، ولی با یه نگاه به تصاویر میشه گستردگی طیف سیستم های تولید شده رو درک کرد. از مدل های خیلی کوچیک که میتونه برای بحث های مثل شناسایی توی فضای بسته تا انجام عملیات های انتحاری رو انجام بده، گونه های مخصوص برای عملیات های چک و خنسا و خارج کردن بسته های مشکوک از محیط های پرخطره که طیف بیشتری از محصولات تحویلی رو شامل میشدن. یه نمونه مجهز به 2 تیر راکت و یه نمونه بزرگ چرخدار به اسم قاسم که یک فروند سیستم بدون سرنشین عمود پرواز سبک روی اون وجود داره. سیستم بدون سرنشینی مثل قاسم دارای این قابلیت هستش که به خاطر اندازه بزرگ خودش در نقش‌های مثل حامل بار و یا سیستم شناسایی و تهاجمی به کار بره. گزینه‌های مثل نصب موشک‌های ضد زره، مسلسل‌های سنگین و همچنین سیستم‌های اپتیک روی این سیستم زمینی بدون سرنشین از جمله موارد قابل دسترس هستش. در نهایت باید به این مسئله اشاره کرد که در این زمان حداقل نمیشه به صورت گسترده به مشخصات و مختصات این خودروهای بدون سرنشین پرداخت، اما وارد شدن به موقع بخش‌های تحقیقاتی و عملیاتی سپاه و ارتش به بحث استفاده از سیستم‌های بدون سرنشین و که زمینی در اندازه‌های مختلف به ویژه بزرگ اقدام خیلی مهم و قابل توجهه. البته ذکر این مسئله هم لازمه که توسعه سیستم‌های بدون سرنشین زمینی در ایران همچنان به نسبت بخشی مثل حوزه هوایی در قدم‌های اولیه قرار داره و همونطور که در ابتدای این گزارش هم اشاره شد، در تمام دنیا با چالش‌های خاصی مربوط به بحث‌های کنترل امواج روبرو هستش، ولی با این روند میشه امید داشت که مثل بخش هوایی و انبوهی از پهپادهای مدرن و موثر در سال‌های بعد بیشتر از امروز سیستم‌های بدون سرنشین زمینی در ایران بشنویم و بنویسیم. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. پس شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه بعدی از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.